درود بر شما. 24 آبان ماه 1392 خورشیدی و 15 نوامبر 2013 میلادی. در برنامه صفحه آخر امشب میپردازیم به هیوا تاب، فرمانده اطلاعات سپاه مریوان، سردسته باندی در سپاه با پرونده بیش از 300 قتل از مردم عادی منطقه. موضوع دیگر برنامه امشب دکتر حسین فاطمی، وزیر خارجه دولت مصدق است و البته پرده آخر هم خواهیم داشت. قبل از شروع اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که بعد از مصاحبه با آقای عباس امیرانتظام، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت انقلاب که دو جمعه پیش پخش شد، جمعه گذشته انتقادی به بخشی از سخنان ایشون داشتیم از آقای رحیم شریفی با عنوان رئیس دفتر دکتر شاکپور بختیار در زمان نخست وزیری ایشون. سه روز پیش آقای امیرانتظام نامه فرستادن به بنده با این توضیح: پیرو ادعای آقای رحیم شریفی در مورد تکذیب دیدارهای اینجانه با آقای بختیار و موضوع استعفای ایشان، خواهشمند است جهت تنویر از خان عمومی و دوستداران حقیقت فایل های پیوست را مطالعه فرمایید و در صورت صلاح دید در برنامه وزین خود موارد را اطلاع رسانی فرمایید. پیوست یک، نامه این جانب که شامل توضیح رویدادهای مرتبط با دولت آقای بختیار و استعفای ایشان است. پیوست دو، صفحه اصلی روزنامه اطلاعات در تاریخ 18 بهمن 1358. پیوست 3، صفحه شماره 4 روزنامه اطلاعات در تاریخ 18 بهمن 58 حاوی نامه این جانب از داخل زندان به عموم ملت ایران و اشاره به دیدارها با آقای بختیار و شرح استعفای ایشان. نامه آقای امیرانتظام که با جزئیات به موضوع پرداختند، به همراه آنچه هایی که از روزنامه اطلاعات سال 58 فرستادن، همه در فیسبوک صفحه آخر گذاشته میشه. دوستان علاقه من میتونن در فیسبوک موضوع رو دنبال کنن، یعنی دیگر در برنامه صفحه آخر به این موضوع باز نخواهیم گشت. زنیار مرادی هم همون زندانی سیاسی محکوم به اعدام. ترس از رسوایی و شرمساری خودشون میخوان کس دیگری رو جایگزین این موضوع بکنه. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، 1 آبان ماه به ارائه جزئیات گزارش جدید خود در مورد ایران پرداخت و با اشاره به خبر اعدام 10 نفر در ایران که در همان روز اتفاق افتاد، گفت که دولت ایران به طور جدی با مسئله رعایت تعهدات بین المللی و ملی خود مشکل دارد. احمد شهید گفت که در 8 ماه اول سال جاری بیش از 300 مورد اعدام در ایران ثبت شده است. کمتر از 2 هفته بعد از این جلسه ای که احمد شهید جدیدترین گزارشش رو داد، در 13 آبان با اعدام شرکو معارفی، شمار اعدام ها در 6 روز به 37 نفر رسید که 11 تاشون کرد بودن. خب هر کسی که یه خورده حساس باشه به محیط و اطرافش، میره دنبال قضیه ببینه چیه ماجرا، کیان این اعدامیا، چرا عده اعدامیای کرد توشون اینقدر زیاده. من رفتم دنبال پرونده زانیار و لقمان مرادی، 2 جوان کردی که حکم اعدامشون رو دیوان عالی کشور تایید کرده، یعنی در آستانه اعدامن، تو زندان رجایی شهرن الان. زانیار مرادی هنوز 18 سالش تموم نشده بود. زانیار این پسری است که جوانی است که موی سر کمپشتری داره. زانیار مرادی هنوز 18 سالش تموم نشده بود با پسرموش لقمان مرادی 19 ساله مرداد 88 بازداشت میشن. اتهامی که بعد از 1 سال تو پروندهشون وارد میشه، ترور سعدی شیرزادی پسر امام جمعه مریبانه. این اتهام، عرض کردم، اصلا تو پرونده اینا نبود تا نزدیک 1 سال که اینا رو گرفته بودن. داشتم ماجرا رو دنبال میکردم، برخوردم به پرونده هیوای تاب،
سرهنگ سپاه و مسئول اطلاعات سپاه مریوان با حدود 300 فقر قتل مردم عادی در کردستان، بیشتر تو مریوان اطراف. این قتل ها و ترور هایی که تو همون زمانی انجام شده که پسر امام جمعه مریوان هم ترور شده. روزنامه کیهان 18 تیر 88 نوشت پسر و برادرزاده امام جمعه مریوان و یک نمازگزار دیگر ساعت 21 یک شنبه شب گذشته در یک اقدام تروریستی جلوی در مسجد خلفای راشدین این شهرستان به ضرب گلوله از پای در آمدند. در این حمله مسلحانه سعدی شیرزادی پسر ماموستا مصطفی شیرزادی امام جمعه مریوان در محل جان باخت و هادی شیرزادی برادرزاده وی و کریم کهنه‌پوشی یکی دیگر از نمازگزاران به شدت زخمی شدند که به علت شدت جراحات بارده در بیمارستان به لقاء الله پیوستند. پسر امام جمعه تو یک سال قبل از ترورش حدوداً یک سال بارها به اداره اطلاعات مریوان احضار شده بود و ازش بازجویی شده بود. چرا؟ سعدی شیرزادی پسر امام جمعه مریوان ماموستا مصطفی شیرزادی از سلفی های مشهور منطقه بود و امیر شاخه مریوان الکتائب القاعده و مسئول ملی الکتائب القاعده در کردستان. سلفی ها دو شاخه اصلی دارن. این عکس پسر امام جمعه است که ترور شده. سلفی های ارشادی و سلفی های جهادی. کتائب القاعده خودش رو سلفی جهادی معرفی میکنه که پیوندش با القاعده در افغانستان و عراق و گفتم پسر امام جمعه مریوان رهبر یا به اصطلاح امیر این گروه بود. سلفی ها شاید به دلیل عملیات که به ویژه در عراق علیه آمریکایی انجام میدادند جمهوری اسلامی باشون برخورد جدی نمیکرد، اما خب تحت نظر بودن و در این حالی که کمک ایران رو داشتن برای رفتن به خاک عراق و انتقال تجهیزات جنگی به اونور مرز، اما در داخل خاک ایران به دلیل اختلاف ایدئولوژیک جدی که سلفی‌ها با حکومت شیعه جمهوری اسلامی دارن گاه به اداره اطلاعات سپاه هم احضار می‌شدن و ازشون بازجویی هم می‌شد تا بدونن که تحت نظرن. پسر امام جمعه مریوان هم یکی از همینا بود. این حساسیت خصوصا بعد از خارج شدن نیروهای آمریکایی از عراق رو سلفی‌ها بیشتر شد، چون یه عده‌شون برگشتن ایران و بیشتر هم تو کردستان و اون منطقه. سخنرانی آقای خامنه‌ای مرداد امسال تو کردستان، سفر دومش به کردستان در 4 سال گذشته، علیه سلفی‌ها در واقع نماد همین حساسیت تازه حکومت ایران روی این گروه بود. خیلی سخنرانی تندی کرد علیه سلفی‌ها و گفتش که اینا دشمن ما هستن، دشمن اسلام هستن و اینها. حکومت ایران شروع کرد با سرعت موضوع سلفی‌های جهادی رو حل کنه. بیش از 200 نفرشون رو گرفت، حدود 210 نفر میگن الان زندانن از سلفی‌ها. و بعد رفت سراغ پرونده هیوا تاب. چرا؟ چون شاهدای ترور پسر امام جمعه مریوان همین زمان رفتن پیش امام جمعه و شهادت دادن که هیوا تاب فرمانده اطلاعات سپاه مریوان قاتل پسرشه. خب باز اسم هیوا تاب و سپاه مریوان برخورد با سلفی‌ها داشت دیگه، این بار خارج از کنترل حکومت بین مردم پخش میشد، گسترده میشد. 2 ماه از سخنرانی رهبر نگذشته بود مهر امسال هیوا تاب اعدام شد. هیوا تاب معروف به هیوا عبدالله خان، متولد 1348 خورشیدی در یه روستای نزدیک مریوان، 3-4 کیلومتری مریوان، پسر عبدالله بگ، از خوانین اطراف مریوان، از خانهایی بوده که تو عکسش تو خانهای بزرگ اطراف مریوان هست. عبدالله بگ مشهور است که قبل از انقلاب چشم و گوش و دست یاری حکومت بوده در منطقه مریوان. بعد از انقلاب یکی از پسراشو که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی مشهور بود ترور میکنن و احزاب فعال مخالف حکومت جمهوری اسلامی تو کردستان. هیوا تا 15 سالشه که میشه سپاهی، سال 63. اول کاراش نامه رسونی در واقع نقش پیکو داشته و جمع‌آوری اطلاعات و خبرچینی بوده از شهر مریوان به اطلاعات سپاه. بعد میشه مسئول پایگاه سپاه تو همون زادگاهش، یعنی روستای بلاژر، و بعد فرمانده اطلاعات محور چمران بین چند تا روستا تو همون منطقه. یواش یواش یه گروه لومپن بزن بهادر درست میکنه. خیلی زود تو مریوان مشهور میشه به آدم پرنفوذی که ازش میترسیدن. غیر از کلانتربازی حتی اجازه باز و بسته شدن دکه های دست فروشی تو شهر رو میده و هیچ کم جلودارش نیست. باجگیری های گسترده از مردم بدبخت از همونجا شروع میشه.
یه پول میداده مزدور دور خودش جمع میکرده. حمید خوشنواز، مسلم رشیدی، برادر زنش کمال و چند تا دیگه آدمای اصلی باند هیواتابن. دوره هم دوره جنگ و فضای سوء استفاده و دزدی آماده. اینقدر دزدی و بی‌آبرویی میکنه که از سپاه اخراج میشه. ولی خب دوره جنگ و بهش احتیاج دارن، فرا میخوننش و پست بالاتر بهش میدن. روابط دیگه. میشه مسئول لوجستیک و تدارکات تیپ 2 کاظمی سپاه مریوان. یعنی درست تو همون حوزه‌ای که دزدی میکرده و به اون دلیل اخراج میشه، میشه مسئول همون بخش، میشه مسئول تدارکات و لوجستیک. جنگ تموم شده و دهه 70 دهه پیشرفت سازمانی هیواتاب در سپاه کردستانه. درجه سرهنگی میگیره و میشه مسئول اطلاعات سپاه مریوان. سال 84 تا 88 دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، دوره یکتازی و قدرقدرتی هیواتاب و افراد باندش در منطقه مریوانه. تو این 4 سال دست کم 300 نفر در مریوان و اطراف که نزدیک مرز هم هست با گلوله کشته میشن، که اگه یادتون باشه تو اون سالها خیلی خبر تیر خوردن و کشته شدن کولبران میرسید، آدم های زحمتکشی که جنس میبردن این بر اونور مرز. تو کسایی که کشته شدن یه عده معلم و کاسب و دانشجو هم بود. 8 مرداد 88 سه کوهنورد آمریکایی تو خاک عراق پشت مرز پنجوین بالای مریوان بازداشت میشن. سه کوهنورد آمریکایی. اعلام میشه که نیروی انتظامی منطقه با کمک مرزبانان جمهوری اسلامی ایران اونا رو در خاک ایران گرفته که چون ویزا نداشتن میبرنشون زندان. مجله نیشن در یه رشته گزارش که از همون موقع تا آزادی این دو، بعد از آزادی این دو، مجله نیشن گزارش های مفصلی نوشت در این باره. یک سال بعد از دستگیری این سه آمریکایی از قول منابع خودش نوشت سرهنگ هیواتاب، فرمانده اطلاعات سپاه کردستان، دستور دستگیری و انتقال این سه کوهنورد به مریوان و سپس تهران را داد. اما خود او در اوت سال گذشته، یعنی کمتر از یک ماه بعد از دستگیری، به اتهام قتل پسر مصطفی شیرزادی امام جمعه مریوان دستگیر شد. ببینین این تنها موردی بود در رسانه ها که از هیواتاب به عنوان متهم به ترور پسر امام جمعه مریوان پرده برداشته می شد. هنوز علنی نشده بود. مجله نیشن علنیش کرد از قول منابعش. پسر امام جمعه مریوان تیر 88 ترور شده بود. سه کوهنورد آمریکایی یه ماه بعد مرداد 88 بازداشت شده بودند. و بعد کمتر از یه ماه بعد هیواتاب به اتهام ترور پسر امام جمعه بازداشت شد. حالا چقدر این بازداشت هیواتاب به نقش او به عنوان رئیس اطلاعات سپاه مریوان در بازداشت سه آمریکایی مربوطه؟ چون میگن اون دستور داده بوده که اینا رو بگیرن، من نمیدونم. چیزی که میدونم این است که با بازداشت هیواتاب و چند نفر دیگه که اعلام میکنن اینا اعضای باند خودسری هیواتابن، معلوم میشود تمام کسایی که تو این چند ساله به طور پراکنده در شهر و روستا در کردستان و به ویژه در منطقه مریوان کشته شدن کار همین آدم و دوروبریاش بوده. قبل از هر چیز برای پول آدما رو میکشتن، لباس افراد پژاک یا کومله یا حزب دموکرات رو تنشون میکردن، یه چند تا تیر دیگه بهشون میزدن و در حالی که صورتشون تقریبا متلاشی بوده تحویل پادگان سپاه توی سنندج میدادن، پادگان امام علی، و برای هر جنازه 30 میلیون تا 50 میلیون تومان جایزه میگرفتن. طبق اسناد موجود محل تهیه و دوخت لباس ها سنندج بوده که بعد از دستگیری هیواتاب و دار و دستش کلی لباس آماده اونجا کشف میشه. امام جمعه مریوان مصطفی شیرزادی که مورد مهر تندروترین جناح‌های جمهوری اسلامی است، میبینید مراسم تقدیر از او و جایزه گرفتنش از وزیر ارشاد احمدی نژاد. و قاعدتا این آدم باید از سابقه هیواتاب سرهنگ سپاه خبر داشته تا مدت کوتاهی بعد از ترور پسرش هر کی میرفت پیشش، به هر حال امام جمعه بود دیگه، کلی آدم میرفتن پیشش و بهش تسلیت میگفتن، میگفته که من میدونم قاتل پسرم کیه. و این همون زمانی است که اشاره کردم مجله نیشن این موضوع رو رسانه‌ای کرد و نوشت هیواتاب به اتهام ترور پسر امام جمعه مریوان در زندانه. شاهدان عینی میگن که امام جمعه مریوان میره تهران و با حکم بازداشت هیواتاب از رهبری برمیگرده مریوان با یه گروه لباس شخصی مسلح
که یه اتاقو میگیرن و میفرستنش تهران. ولی بعد از مدتی اتهام ترور پسر امام جمعه از هیواتا برداشته میشه، میفته گردن زانیار و لقمان مرادی. اجازه بدین بریم سراغ آقای اقبال مرادی، پدر زانیار و عموی لقمان مرادی. قبل از هر چیز سلام و درود دارم خدمت شما و همکارانتون. من اقبال مرادی پدر زانیار مرادی هم، همون زندانی سیاسی محکوم به اعدام. درسته من خودم به خاطر فعالیت های سیاسی سالهاست از بد و اومدن سرکار اومدن جمهوری اسلامی که از ناراضیم بودم، مدت ها تو زندان بودم، خانوادم مورد اذیت و آزار قرار گرفتن و هیچ وقتم دست از مبارزه نکشیدم و همیشه تحت نظر و یا تهدید جمهوری اسلامی بودم و بناچار من حالا در کردستان عراق زندگی میکنم. زانیار درس میخوند، پیش پدر و مادرم بود. من بارها و بارها مورد هجوم ترور جمهوری اسلامی قرار گرفتم و یه بارم که رسانه ها پخش کردن تقریبا 15-20 روز قبل از دستگیری زانیار، من به شدت در خاک عراق توسط تروریست های جمهوری اسلامی زخمی شدم. اینو همه کس میدونه، حتی خود سایت های رسانه های جمهوری اسلامی. حساسیت حکومت ایران روی خانواده شما و شخص شما که ترورتون کردن و بعد پسرتون زانیار گرفتن به چه دلیله؟ من به خاطر فعالیت های سیاسیمه، چون که کسی بودم خب فعال سیاسی نظام ندادم. خب فعال سیاسی کم نیستن که علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و اعضای کومله یا مسئولان دیگر کومله هم هستن در خاک کردستان عراق. چرا شما رو ترور کردن؟ اینو میتونی از خود جمهوری اسلامی بپرسی. من به خاطر موقعیت کار تشکیلاتی هم، چون که کارم تشکیلاتی هم، همیشه مورد هدفشون بودن. از فعالیت های من که در داخل خاک ایران بخصوص کردستان میشد در رابطه با کارهای حزبی همیشه وحشت داشتن، به خاطر فعالیت های سیاسی بود. آقای مرادی، لقمان پسر برادر شما چه کار کرده بود که در پیوند با زانیار گرفتنش؟ لقمان به خاطر فعالیت های سیاسی یه دو بار پرونده سیاسی داشته، بازداشت های کوتاه مدتی مثل 6 ماه و 1 سال تو زندان سپری کرده. تقریبا 15-20 روز قبل از دستگیری آخرش که این اتهامو بهش بزنن، همراه زانیار از زندان آزاد شده بود با قید ضمانت و کفالت به اصلاح گزافی. قبلا هم زانیار رو به خاطر مسئله من 2-3 بار احضار کرده بودن به اطلاعات، بهش حتی بی‌حرمتی شده بود، در رابطه با من سوالاتی ازش کرده بودن. زانیارم در جواب گفته بود که مسئله پدرم به من هیچ ربطی نداره، اصلا پدرم در خاک عراق و اگه باش مشکلی دارید خودتون برید حلش کنید. ببینید، حکومت میگوید که و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران میگوید که پسر امام جمعه مریوان توسط این دو فرد ترور شدن. چه ادله‌ای دارید که بگید چون این چیزی نادرسته؟ اینو میتونید از هر کسی بخواد، میتونه از سراسر مردم کردستان بخصوص منطقه مریوان که این قضیه زنجیره ترورها صورت گرفته، میتونید این پرسشو کنید. پسر امام جمعه جزو همون گروه و تیم سلفی بوده که توسط خود جمهوری اسلامی ترور شده و خود امام جمعه میدونه، دقیقا اینو میدونه که پسرش توسط چه کسی کشته شده. خوشبختانه حالا شاهدی پیدا شده، تقریبا 10-15 روز بعد از نسبت دادن ترور پسر امام جمعه به زانیار و لقمان، شاهدی رفته پیش امام جمعه گفته ما اونجا بودیم اون شب که این اتفاق افتاده، گناه داره، این دوتا بچه مظلومن، چرا بی خود میگید؟ ما اونجا بودیم و حتی کسانی که پسرتو ترور کردن با من و خانمم درگیر شدن. من اون آقا رو نمیشناسم، در واقع نمیدونم کیه، ولی شهامت داشته رفته این قضیه رو به خود امام جمعه گفته. خب کجا منعکس شده این؟ چرا دنبال این قضیه گرفته نشده؟ خبر ندارین؟ تازگی ها با وکیل زانیار و لقمان شاهد رفته، همراه وکیل زانیار و لقمان در حضور امام جمعه دوباره
این اعتراف رو کرده، گفته من شاهد بودم، قبلنم به امام جمعه گفتم چی کسی پسرشو کشته. یعنی اون شاهد دو بار رفته پیش امام جمعه مریوان، بار اول تنها و بار دوم با وکیل زانیار و لقمان رفته پیش امام جمعه مریوان و گفته است که ما شاهد بودیم که چه کسانی کشتن پسر شما رو؟ بله بله. نام وکیل چیه آقای مرادی؟ آقای حسن پایدار. بله، زانیار و لقمان رو که میگیرن تا یک سالی اصلا صحبت اتهام ترور پسر امام جمعه نبوده، اشاره کردم در آغاز. 9 ماهی بعد از بازداشت زانیار و لقمان مرادی، پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی میگه یه عده جاسوس انگلیس در ایران دستگیر شدن که اسم زانیار و لقمان مرادی هم توی همونا اعلام میشه. زانیار که به خودی نمیتونست فارسی صحبت کنه، حالا چه برسه به جاسوسی برای اروپا یا کشوری مثل بریتانیا. این یکی از اتهامایی بود که اداره اطلاعات به زانیار و لقمان زده بود. بعد از این که نتونستن این اتهامو پیش ببرن، اتهام وابستگی به حزب و عضویت در حزب کومله رو به زده بودن. خوشبختانه حزب کومله هم به خاطر اینکه چون که زانیار هیچ گرایش سیاسی نداشت، درسته من پدرش بودم ولی گرایش سیاسی نداشت، موقعی که خبر اداره اطلاعات یا وزارت اطلاعات رو تکذیب کرد خود کومله، بعد از مدتی سکوت اتهام ترور پسر امام جمعه رو بهش زدن. به این چرا این کار رو دارن میکنن؟ آیا فقط میخوان از شما کینه کشی کنن در واقع؟ این یه بخش از موضوعه. بخش دومش مسئله آبرو و حیثیت خود نظامه، چون که براشون واقعا سخت عنصر بیخاصیتی چون هیوای تاب که یکی از مسئولین بلندپایه اداره اطلاعاتشون بوده، حالا در کشته شدن پسر امام جمعه نقش به سزایی داشته، سخت بود که به این موضوع اعتراف کنه و ترس از رسوایی و شرمساری خودشون، میخوان کس دیگری رو جایگزین این موضوع بکنن. اقبال مرادی پدر زانیار مرادی بود در گفتگوی تلفنی که با او داشتیم. ظاهراً اهمیت سلب اتهام ترور پسر امام جمعه مریوان از فرمانده اطلاعات سپاه مریوان هیواتاب اونقدر زیاد بوده است که به خاطرش نماینده مجلس رد صلاحیت میشه. اقبال محمدی نماینده اصلاح طلب مجلس 8 که در انتخابات مجلس 9 رد صلاحیت شد و عضو ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری هم بود، 1.5 سال پیش، درست 4 فروردین 91 در نماز جمعه مریوان اعلام کرد، چون گفته است که زانیار و لقمان مرادی در ترور پسر امام جمعه نقشی نداشتند، رد صلاحیت شده. زانیار و لقمان مرادی در اعترافاتی که در زندان ازشون گرفته میشه، همه اتهامایی که بهشون میزنن گردن میگیرن، هم از جاسوسی برای MI6 انگلیس و ترور پسر امام جمعه مریوان. 18 تیر 90 قاضی صلواتی حکم اعدام هر دو رو صادر میکنه. این برگه حکم اعدام زانیار مرادی است. 6 بعد دیماه 90 نامه‌ای به امضای زانیار و لقمان مرادی در زندان رجای شهر نوشته میشه. خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، و به بیرون نامه منتقل میشه. 9 بیخبری در سلول‌های انفرادی مخوف در بازداشتگاه اطلاعات سنندج، ضرب و شتم بسیار با مشت و لگد تا مرز شکستگی دست و پا و ضربات سنگین به نقاط حساس بدن از جمله سر، بیزه ها، کمر و زانو، بستن دست و پاهای ما به شکل صلیب و ضربات پی در پی با شلاق و شکنجه های جنسی بسیار وقیحانه از جمله نشاندن بر روی شیشه های نوشابه که به صندلی چسبیده بود و شکنجه هایی که شرم از بازگو کردن آنهاست، تنها بخشی از این شکنجه ها به شمار می رود. از سوی دیگر توهین‌های رکیک و تهدیدهای دائمی مبنی بر آزار و اذیت سایر اعضای خانواده‌هایمان، ما 2 را به موجوداتی بی اختیار تبدیل کرده و چشم بسته و به خاطر خلاصی از این وضعیت وحشتناک حاضر شدیم تا هر آنچه را که بازجویان بر روی برگه‌های بازجویی نوشته بودند از پشت چشم بند امضا کنیم و با انگشت مهر تأیید بر آنها بزنیم. زانیار و لقمان مرادی نوشتند که
آنها می‌خواستند که پدر یکی از ما یعنی اقبال مرادی را که از اعضای کمله کردستان است در دام آنها بیاندازیم که حاضر به چنین کاری نشدیم. بعد از مدتی ما را به تهران انتقال دادند. بعد از یک ماه در سلول‌های انفرادی اوین بند 209 ما را به دادگاه بردند. تا زمان دادگاه هیچ گونه ملاقاتی نداشتند و هنوزم ندارند. دادگاه 20 دقیقه طول می‌کشه. و اینا مفسد فی الارض و محارب و محکوم به اعدام در ملای عام. زانیار و لقمان مرادی با اشاره به پسر امام جمعه مریوان که امیر کتائب القاعده در مریوان بوده خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشتند: به راستی اگر ترور یک شخصیت مذهبی که از جمله از منتقدان حکومت مرکزی هم بوده است، یعنی همون پسر امام جمعه، در حد توان ماست، چرا در طول دوران بازجویی هیچگاه کسی برای بازرسی منزل به منازل مسکونی ما مراجعه نکرد؟ اگر واقعا ما دو نفر بر اساس دستور یک تشکیلات مسلحانه اقدام به ترور کرده بودیم، آیا نباید نشانه هایی از وابستگی و ارتباط ارگانی و تشکیلاتی ما با این دو جریان وجود می داشت؟ زانیار و اقبال مرادی خواستند که دست کم در یک دادگاه عادلانه با وکلای مدافع و اولیای دم مقتولان محاکمه بشن. اولیای دم مقتولان یعنی بستگان اون 300 نفری که هیواتاب و دار و دستش کشتن. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارشی که سال پیش در اسفند 91 به اعضای این شورا داد گفت: زانیار و لقمان مرادی که در سال 2009 به اتهام کشتن پسر امام جمعه دستگیر شدند، 9 ماه اول را بدون هر گونه محکومیتی در بازداشت موقت سپری کردند. شاهدان گفتند که این دو نفر زیر ضرب و شتم شدید و تهدید به تجاوز وادار به اعتراف به قتل شدند. شهادت ها حاکی است که این پرونده هیچ شاهد و مستندی نداشته و همچنین متهمین دسترسی کافی به کمک های حقوقی نداشته. دموکراسی مستقل نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر این که مستقل نمیشه ما نمیخوایم و اکثریت جامعه ما نمیخواد.